ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای رحمانی، ممنون از همراهیتون با ما. از این بیانیه ها و در واقع فراخوان های اتحادیه های کارگری اطلاعات بیشتری شما دارین؟ بله، با درود به شما و شنوندگان عزیز. یک کمیته در لندن تشکیل شد به نام کمیته همبستگی با جنبش کارگری در ایران. این کمیته که همونطور که گزارش شما هم بود، آقای جان مکدونالد که عضو حزب کارگر و نماینده مجلس هم هست و همینطور اتحادیه RMT، اتحادیه قطارها و کشتیرانی ها، نمایندش دانیل بود و همینطور از اتحادیه خدمات عمومی و علاوه تعدادی از فعالین کارگری و زنان، هم زنان ایرانی و انگلیسی هم در جلسه اول حضور داشتند. چه کمیته اولیه این همبستگی با ایران در لندن تشکیل شد. بعد از اتحادیه دیگه خواهش کردیم که این اتحادیه ها هم اون دی آف اکشن یا روز همبستگی با ایران را در همون روز برگزار بکنن، که از اتحادیه فرانسوی سجته که اتحادیه سراسری فرانسه است و اتحادیه کانادا کیوب که اتحادیه خدمات عمومی، در دانمارک تعداد زیادی از اتحادیه، از اتحادیه معلمان گرفته تا خدمات و بخش صنعتیش حمایت کردن و کمیسیون اتحادیه کارگری اسپانیا گفته که حتما پیام میده و در اینکه آیا تجمع میکنن یا نه هنوز مشخص نیست. اتحادیه سراسری کارگران آلمان دگبه حتما یه بیانیه میدن ولی مشخص نیست که حتما تظاهرات بکنن یا نه. این هنوز به مرحله نهایی نرسیده. در سوئد هم اتحادیه LO در حقیقت دفاع کردن و دارن تصمیم میگیرن که چه کاری میشه اون روز کرد و همینطور نروژ، کشور نروژ هم احتمالاً یه بیانیه میدن. جناب رحمانی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، چقدر چنین همراهی هایی در سطح جهانی مهمه؟ کوتاه بفرمایی، ممنون میشم. ببین، اولا این روحیه میده به کارگران در ایران و همینطور نشون میده که مردم جهان خارج از اینکه دولت‌ها از حکومت جمهوری اسلامی دفاع بکنن یا نه، ولی کارگران جهان پشت اعتراضات مردمی، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان هستن و این روحیه میده برای مبارزاتی که مردم در کف خیابان و علیه رژیم جمهوری اسلامی میکنن. سپاس از شما ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن.